در چند روز اخیر به ویژه پس از حمله آمریکا به گروه های تحت حمایت ایران در مرز سوریه و عراق حملات راکتی و پهبادی این گروه ها علیه نیروهای آمریکایی افزایش پیدا کرده این گروه ها حتی به طور آشکار نیروهای آمریکایی در منطقه را به حملات بیشتر تهدید می کنند موضع شما در رابطه با این تهدیدها و حملات چیست؟ okay, نیروهای اطلاف فنا به دعوت دولت عراق در این کشور هستند و اگه نخست وزیر عراق حضور نیروهای اطلاف در کشورش نمیخواد ما هم میریم نخست وزیر و دولت عراق در حال گفتگوهای استراتژیکی با دولت آمریکا هستند این گفتگوها در حال انجامن اما هیچ زمان مشخصی وجود نداره اما ماموریت نیروهای اعتلاف تغییر نمیکنه و اون هم شکست داعشه و هر حمله ای علیه دولت عراق اقلیم کردستان عراق و نیروهای اعتلاف تضعیف اقتدار دولت عراق حاکمیت قانون و حاکمیت ملی عراق وقتی اونها این راکت ها رو به سوی اماکن نیروهای امنیتی عراقی در بغداد چلیک میکنن زندگی غیر نظامیان عراق رو هم به خطر میندازن زیرا هیچ پایگاه یا مکانی متعلق به آمریکایی ها و یا هیچ کاروان آمریکایی در عراق وجود نداره. اونها همه عراقی هستند. پس نیروهای اعتراف که شامل ایالات متحده هم میشن، همراه با شرکامون در نیروهای عراق و پیشمرگ در این اماکن مستقر شده ایم. پس هنگامی که این گروه های شپ نظامی غیرقانونی به احتمال زیاد همدست با ایران به سوی ما راکت چلیک میکنن یا پهپاد مسلح میفرستن، اونها زندگی مردم بغداد، سربازان ارتش عراق و تمام نیروهای اعتلاف در این مکان رو به خطر میندازند. نیروهای آمریکا و اعتلاف حق دفاع از خودشون رو دارند. نیروهای اعتلاف به این گروههای شبه نظامی غیرقانونی حمله نمیکنند. اونها به ما حمله کنند. و انگامی که آمریکا اخیرا در جواب این گروههای شبه نظامی رو بمبارون کرد، این یک دفاع مشترک نیروهای آمریکا، اعتلاف و شرکای عراقی مون بود. آیا شما به عنوان نیروهای اعتلاف هیچ گروه خاصی را به این حملات متهم میکنید؟ من مشخصا هیچ گروهی رو متهم نمی کنم و نام هیچ گروهی را نمیارم. من این گروه های شبه نظامی غیر قانونی رو متهم می کنم. اونهایی که اقتدار دولت عراق، حاکمیت قانون و حاکمیت ملی عراق رو تضیف می همکار من، سخنگوی وزارت دفاع و نخست وزیر عراق، ژنرال یحیی رسول، یک بیانیه صادر کرد و این گروه ها رو غیر قانونی خوند که تروریست هایی هستند که در میان شهروندان عراق و نیروهای همپیمان ارعاب ایجاد می تمرکز ما بر داعشه اما این گروه ها به ما حمله میکنن چون که همراه با داعش بی ثباتی و نبود امنیت میخوان نیروهای اطلاف و شرکای عراقیمون به خاطر شکست داعش و ایجاد ثبات و امنیت و رونق اقتصادی مناطق آزاد شده از داعش با هم هستیم به نظر میرسه این گروه های شپ نظامی و داعش این رو نمیخوان بگذار یک موضوعی رو در مورد نیروهای بسیج مردمی یا همون هشت شعبی بگم اونها بخشی از نیروهای مسلح و زیر نظر دولت عراق هستند نیروهای بسیج مردمی برای کمک به عراق با هدف شکست داعش شکل گرفت اما برخی از این گروه ها از اون وقت به سازمان های جنایتکاری تبدیل شدند که از خشونت برای گسترش نفوذ سیاسی و از فساد برای تامین مالی عراضل و اوباش خودشون استفاده می کنن. پس این گروه های شبه نظامی غیرقانونی که نخست وزیر عراق هم اونا رو با همین نام صدا میزنه خارج از قانون عمل میکنن ما به عنوان نیروهای اطلاف منتظر اصلاحات در نیروهای بسیج مردمی و ایجاد یک نیروی میانه روی تحت کنترل دولت عراق و همچنین خلع سلاح این گروه های غیرقانونی هستیم میدونیم که این یک چالش اساسیه در حالی که نیروهای دیگر کشورهای غربی هم در میان نیروهای ائتلاف هستند چرا فقط مراکز نظامی و دیپلماتیک آمریکا هدف حمله قرار می گیرند هیچ پایگاه آمریکایی در عراق وجود نداره اما سفارت آمریکا در بغداد تا کنون چند بار هدف حمله قرار گرفته شما باید از سفارت آمریکا بپرسید من نمیتونم از طرف سفارت آمریکا سخن بگم من از طرف نیروهای اعتلاف سخن میگم داعش و این گروه های شبه نظامی غیرقانونی به اماکن نیروهای امنیتی عراق حمله میکنند جایی که نیروهای اعتلاف و نیروهای عراقی و پیشمرگ مستقر شدند پس اونها به مردم خود حمله میکنند منظور من این بود چرا موضوع اصلی فقط آمریکاست به عنوان نمونه ابو علا ولایی دبیر کل کتاب الشهدا نیروهای آمریکایی رو به آغاز جنگ همه جانبه تهدید کرده و میگه نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند چرا فقط نام آمریکا به میان میاد آیا هدف فقط ایجاد فشار برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق است یا آنچه برخی از کارشناسان منطقه میگویند مقابله با حضور آمریکا در کل منطقه از سوی ایران است من دوباره اون چی رو که گفتم تکرار میکنم این گروه ها و داعش ثبات و امنیت در عراق رو نمیخوان آنها بی و نبود امنیت رو میخوان و با شلیک راکت در شهری با میلیون ها سکنه و فرستادن پهپاد به سوی اماکن نیروهای امنیتی عراق جایی که سربازان عراقی و نیروهای ائتلاف مستقر هستند این بی رو ایجاد میکنن و این همون چیزیه که اونا میخوان از اونها بپرسید. اما من این رو میدونم که نیروهای ائتلاف که شامل آمریکا هم میشن حق دفاع از خودمون رو داریم دوباره میگم ما به این گروه ها حمله نمی کنیم. اونها به ما حمله می کنند نیروهای اطلاف شکست داعشه این موضوعی است که ما می بر اون تمرکز کنیم همراه با همپیمانانمون نیروهای عراقی، پیشمرگ و نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق سوریه اونها میخوان ما را از این هدف منحرف کنند در ماه گذشته شرکت لاکید مارتین تیم های تعمیرات و نگهداری جنگنده های افشانزه 16 خود رو به دلیل آنچه ای که این شرکت اعلام کرده عدم تأمین امنیت کارکنانش از سوی دولت عراق خارج کرد در صورتی که حملات راکتی و پهواتی علیه نیروهای اعتلاف افزایش و ادامه پیدا کنه آیا نیروهای اعتراف از عراق خارج می شوند؟ بلاد ایرفورس بیس از عراقی پایگاه هوایی بلد صرفا متعلق به عراقی هاست و من نمیخوام از طرف لاکید مارتین حرف بزنم. لاکید مارتین یک شرکت خصوصی و خودشون میتونن اظهار نظر کنن. اما سوالات سیاسی هم میپرسید که بسیار بالاتر از صلاحیت من به عنوان سخنگوی نیروهای اطلافه. این سوالات سیاسی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق به گفتگوهای میان دولت عراق و آمریکا مربوط میشه. این تصمیمات بسیار بالاتر از صلاحیت منند. و من نمیتونم بهشون پاسخ بدم ما برای شکست داعش اینجا هستیم از من نظر مناطق تحت کنترل ما داعش را شکست دادیم اما اقدامات یا یاقیگری های هنوز صورت میگیره که ما میخوایم اونها رو هم تموم کنیم آیا شما میتوانید توانید تایید کنید که سلاح هایی که این گروه های به گفته شما شبه نظامی غیرقانونی از آن استفاده میکنند ساخت ایران است؟ من در جریان نیستم. <applause> سرهنگ واین ماروتو سخنگوی نیروهای اطلاف ممنون از وقت شما.